کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی. میرزا محمد هاشم، ملقب به ناظم الاسلام کرمانی، یکی از آزادی خواهان و فعالین سیاسی دوران ناصری است که خود از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها و حوادثی بود که نهایتاً منجر به ایجاد اولین مجلس ملی موسوم به مجلس مشروطه گردید. کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، به قلم ناظم الاسلام کرمانی، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، نشر پیکان، چاپ پنجم، تهران 1376، صفحه 14. درباره چاپ چهارم، چاپ حاضر تاریخ بیداری ایرانیان عیناً و دقیقاً از روی چاپ نخستین این مجموعه انجام گرفته است، بیان که کلمه‌ای در متن کم و زیاد شده باشد. در سال 1346 که مشغول چاپ بخش اول مجموعه حاضر بودم، مرحوم سید محمد هاشمی کرمانی بسته‌ای از یادداشت‌های ناظم الاسلام به من سپرد. در آن بسته صفحاتی از متن تاریخ بود و مجموعی از تلگراف ها و نامه ها و شبنامه های آن روزگار. مطالب مربوط به متن تاریخ را در جای خود گنجاندم و منتخبی هم از تلگراف ها در پایان بخش دوم آوردم. اما بسیاری از شبنامه ها و نامه ها را منتشر نکردم، چه در متن تاریخ بدانها اشارتی نرفته بود. این اوراق پراکنده غالباً مربوط است به وقایع ربیع الاول 1325 تا ربیع الثانی 1326، یعنی روزها و ماه‌هایی که مؤلف دست از ثبت مرتب وقایع روزانه کشیده است و تماشاگر خاموش و احیاناً سرخورده کشمکش مجلسیان شده است. نشر مطالب این صفحات در هم آشفته و شبنامه‌های پوسیده و رنگ و رو رفته در آن سالها چنگی به دل نمی‌زد و به همین دلیل از آن صرف نظر شد. اما امسال که بعد از گذشت سالها به آنها نظر افکندم، به خلاف گذشته نشر آن جمله را در نهایت ضرورت دیدم و این تغییر سلیقه معلول تحولی است
که در اوضاع اجتماعی دیار ما رخ داده و جوانان نسل حاضر را به مطالعه تاریخ و به خصوص تاریخ صدر مشروطه کشانده است. در حال و هوایی چنین دریغ است جوانان پژوهشگر و انقلابی امروز از همگامان و همسلیقگان خیش در 80 سال پیش بیخبر باشند و از تجارب ناموفق آنان درس عبرت نیاموزند، اگرچه برای تجربت اندوختن عمر دو بایست در این روزگار. این مجموعه شبنامه ها و اعلامیه ها به انضمام گزارشی از جلسات متشنج و پرهای و هوی مجلس اول تنظیم شده است و به دست چاپ سپرده. اگر اوضاع زمان اجازه دهد تا چند ماه دیگر به عنوان متمم تاریخ بیداری منتشر خواهد شد. انشاءالله. سعیدی سیرجانی، آبان 1362. صفحه 15. به جای مقدمه. چاپ این جلد از تاریخ بیداری ایرانیان در سال 1346 به انجام رسید، در روزگاری که هنوز رژیم ایران اسمن مشروطه بود و قانون اساسی مصوب ذی‌قعده 1324 به عنوان مقدس‌ترین سند ملی این مملکت به ظاهر معتبر. در آن حال و هوا، روزی که مخلص از چاپ متن کتاب فراغت یافتم و قلم به دست گرفتم تا به عنوان مقدمه به تحلیل مطالب آن بپردازم، به حکم شرایط نامطلوب زمانه خود را در چنان تنگنایی دیدم که چاره‌ای نیافتم جز به خاموشی ادامه دادن و از هر تفسیر و توضیحی صرف نظر کردن. راز دل چون نتوان گفت ز گفتار چه سود؟ خاصیت مشترک رژیم‌های دیکتاتوری علاوه بر صفاکی و فساد این است که ذاتاً سوء ظنی و بدنیتند و به همین علت نازک‌طبع و حساس. حکومت استبداد مداح فرومایه وقاحت پیشه می‌خواهد که گر خود روز را گوید شب استین. چشم بی‌حیایش را به چشمه خورشید تابان دوزد و فریاد بله قربانش به گوش فلک رسد که اینک ماه و پروین. در حکومت وحشت و خفقان مدیحه‌گران دستگاه قدرت بت اعظم خیش را تافته جدا بافته‌ای می‌دانند که مظهر مجسم عقل مطلق است و جزئیات رفتارش منطبق با حق محض، و در این درکات جهل و فریب هر کس به خلاف میل و سلیقه آنان قلمی بر کاغذ زند سرسپرده اجانب است و دشمن ملت و محکوم به مرگ. تاریخ بیداری ایرانیان شرح تلاش‌های ملتی از جان گذشته و از ستم استبداد به جان آمده است در راه برافکندن حکومت فردی و استقرار نظامی قانونی و ایجاد جامعه‌ای آزاد و مترقی، و در سلطه بیدادگر و بی‌منطق استبداد درباره چنین کتابی هرچه بنویسی به مذاق حساس مسندنشینان قدرت ناسازگار است و بلای جان نویسنده. ملت ستم کشیده ایران در دفاع از مشروطه نوپای خیش بر استبداد سیاه محمد علی شاهی و فساد ذاتی درباریانش شورید و در برابر سرنیزه های فوج سیلاخوری سینه خود را مردانه سپر کرد و از تهدید و تکفیر و بستن و کشتن نهراسید. بدین آرزو که حکومت منطقی و معقولی در این سرزمین بلاخیز برپا کند و از امنیت اجتماعی و حیثیت بشری بهره‌مند گردد و دیگر فلان حاکم یا شاهزاده بلهوس بر جان و مال و ناموس و از همه اینها بالاتر بر افکارش تسلط جابرانه نداشته باشد. ملت ایران از سلطه کابوسوار عمله جهل و ستم که پایه‌های قدرت ناصرالدین شاهی را بر دوش داشتند به تنگ آمده بود. قیام کرد و کشته داد و نوه خونخوار او را از تخت شاهی به زیر کشید بدین امید که از آن پس صاحب اختیار باشد و با ورقه رأی خود هیئت حاکم درداشنایی برگزیند که خدمتگزارش باشد نه خداوندگارش. و همه می دانیم که این اهداف ارجمند و آرزوهای دلانگیز چند سالی بعد به علل گوناگون و از همه مهمتر جهل عمومی نقش بر آب شد و لعبت عیار استبداد به رنگی دیگر و در جامعه دیگر قدم بر صحنه حکومت نهاد و دمار از روزگار آزادی خواهان تعالی پسند برآورد و چنان پشت پای قدرتی بر بساط آرزوهایشان زد که گویی فرامرز هرگز نبود.